سلام، روزتون بخیر. خیلی خوش اومدین به لایو امروزمون. لایو امروزمون در مورد بهداشت دندان کودکان و نوزادان عزیزه با دکتر ساره نادعلی زاده که منتظر میشون جوین شن. بعد لایو رو شروع کنیم. مرسی از حضورتون. من ریکوست رو برای دکتر علیزاده فرستادم که بتونن جوین شن. سلام. سلام، حال شما خوبه؟ مرسی، خیلی خوش اومدین دکتر نادعلی زاده عزیز. قربان شما، دارم تازه دارم رو میبینم. مرسی. موضوع رو من پین کردم این بالا که عزیزان ببینن، اگه سوالی دارم بپرسن. میخواین شما یه شروع مختصر و مفید داشته باشین، یه توضیح کوتاه برای دوستای عزیزمون بدین که بعد سوالایی که پرسیدن رو ازتون بپرسیم. بله، خیلی مرسی. اولا که روز همه بخیر باشه، امیدوارم که حال همه هم خوب باشه. تعطیلات هست، من نمیدونستم که هستن مامانا که گوش کنن یا نه، ولی خب امیدوارم که همین تعدادی هم که هستن کمک کنه بهشون. این نکات نگاه کنید، خیلی از مامانا میپرسن که مثلا ما میبینیم دندون دارن و دندون در آورده و تازه میان پیش ما. نگاه کنید، اولین وقتی که باید مراجعه به دندون پزشکی صورت بگیره حدودا 6 ماه تا 1 سال بعد از این هستش که اولین دندون بچه در میاد. خب حتی ما مادرها وقتی باردار هم هستن دوست داریم که یه بار بیان پیش ما بهشون یاد میدیم که چی کارو کنن. مثلا یه پارچه یه گاز تمیز رو بعد دور انگوششون بپیچن، مرطوب کنن، روی لثه های بچه رو بعد از هر بار شیر خوردن تمیز کنن. این باعث میشه که بچه کم کم عادت کنه به اینکه یه چیزی داخل دهانش بره و نخواد بعدن خیلی مقاومت کنه. حالا بعد هم که دندون کوچولوی بچه ها در میاد از جلو، بازم باید با یه پارچه بعد از شیر خوردن از هم سمت لب هم از سمت داخل این دندون ها رو تمیز کنن. بعد ها که دندون های اول در شیار دارن باید از اون مسواک های انگشتی استفاده کنن. برای دندون های جلو که شیار نیست همون پارچه یا گاز تمیز که مرطوب هستش کفایت میکنه. از این نکته، یعنی نباید دیگه بعد هم بعد در مورد شیر شب برم وارد مبحث شیر شب بشم یا میخواین برای آره حتما، چون هم از قبل پرسیده بودن هم الان من دیدم که الان هم پرسیدن دوباره. آره شیر شب نگاه کنید، نه فقط ما، یعنی نه فقط دندون پزشکای متخصص کودکان، پزشکان متخصص کودکان هم خیلی تاکید دارن که بعد از 6 ماهگی شیر شب بچه قطع بشه، چون اون تقریبا همون سنی هستش که بچه‌ها غذا خوردنشون شروع میشه. یعنی یه ساعتی بین 12 شب بچه رو خوب سیر کنن با غذا که دیگه بذارن تا 5 صبح 6 صبح بخوابه و نخواد پشت شیر بخوره. اگرم اون موقع بهونه شیر گرفت باید مامان باباها بدونن که این از گرسنگی نیست، این یه عادتی کرده بچه. خیلی وقت دیدم مادرها نوزادشون رو میارن مطب، بعد بچه تا یه ذره نقنق میکنه سری سینه‌شون یا اون شیشه شیر رو میذارن دهنش. این سر خفه کن نیست در واقع،
آن یه راه دیگه پیدا کنید برای که بچه ها ساکت کنید، خیلی خراب میکنه، چون این شیشه شیر یا این سینه مادر داخل دهان بچه میمونه، این شیر داخل موت دهن بچه میمونه و قشنگ درسته. و یادشون هم باشه که شیر مادر هم پوسیدگی رو ایجاد میکنه. فکر نکنن که فقط شیر خشک هستش که مثلا مشکل زا هست. یکی از مشکلات مادرام هم همینه، خوشبینانه پیش میرن و متاسفانه با یه سری پوسیدگی های خیلی شدید به ما مراجعه میکنن. درسته. مرسی از توضیحتون، خیلی مفید بود. من سوالا رو ازتون بپرسم، چون از قبل یه سری سوال پرسیده بودن، الانم یه سری سوال دارم میپرسم. چیزی که پرسیده بودن، شستشوی دهن نوزاد خیلی برشون مهم بود که چجوری شستشو بدن، یعنی که قبل اینکه اصلا دندون در بیارن چجوری باید بهداشت دندون رو رعایت کنن. خب شستشو همونطور که گفتم با یه گازی یه پارچه‌ای که مرطوب باشه، حالا با آب نمک یا ماساژ بدن، زب نباشه که لثه بچه اذیت شه، چون بچه هم میخواد دندون در بیاره میخاره دیگه اون لثه ها، این هم کمک بچه های ذره آروم بشه آروم بشن. شستشو در همین حد کفایت میکنه وقتی دندون در نیامده، دندون جلو هم در بیاد همونجوری با پارچه تمیز بشه بعد از هر بار شیر خوردن، و دندون هم که در بیاد با مسواک های انگشتی شروع بشه تمیز کردن دندون بچه ها، و کم کم دیگه مخصوص بچه ها هست که سرای کوچیک داره، دسته های برجسته تر داره که بچه ها راحت بگیرن، نرم هستش و که بچه ها آسیب نزنن به دسته هاشون. و نکته ای که اینه که مام بابا فکر نکنن مثلا بچه 3 سالش میشه 2 سالش میشه خودش داره مسواک میزنه این کفایت میکنه، بچه ها نمیتونن اون قسمت هایی که مهم هست رو تمیز کنن. بعد از اینکه بچه مسواک خودش حالا بازی بازی کرد هر جور زد، شما یا ما باید براش مسواک رو بزنیم تا حتی 8-9 سالگی. از 9 تا 12 سالگی هم ما باید باز نظارت کنیم که بچه ما چجوری داره مسواک میزنه. پس یه سالهای طولانی ما درگیر مسواک بچه ها هستیم. درسته. در مورد خمیردندون هم سوال پرسیده بودن که خمیردندون از چه سنی استفاده کنم برای بچه ها، و اینکه چه میزان خمیردندون روی مسواک برای بچه ها بذارن. درسته. خمیردندون ها مثلا قبلترها میگفتن زیر 2 سال خمیردندون نمیخواد، الان مقالات جدید گفتن که نه، زیر 2 سال هم مثلا از 1 سال تا 2 سال خمیردندون مخصوص اون سن رو تهیه کنن به مقدار خیلی خیلی کم، یعنی خیلی کم، بعد انقدر کم که بعد از 2 سالگی میگن به اندازه دونه برنج، یعنی فکر کنید زیر 2 سال بعد از دونه برنج هم کمتر باشه خمیردندون رو استفاده کنم، هیچ اشکالی نداره. مقدار فلورایدش خیلی کمتر از اون چیزی هستش که بخوان نگران باشن. یه نکته میخواستم بگم چی بود؟ آهان، یکی از نکاتی که تازگی الان میگن که این توی مقالات و بررسی ها که میشه اینه که وقتی که با خمیردندون مسواک میزنن آب دهنشون رو خالی کنن، دیگه نمیخواد دهان رو خیلی شستشو بدن، چون که اون فلوراید توی محیط دهان میمونه دوباره جذب دندون میشه و مینای دندون رو قوی میکنه. نگاه کنید هر دندونه چه ما چه بچه ها یه مرحله داخل، وقتی که مثلا بچه جنین هست داخل رحم مادر هست دندون شکل میشه و دندون های دائمی در سنینی که مثلا بچه 1 سال 2 سال 3 سال از این سن به بعد شروع میکنه به شکل گرفتن. پس همینا وقتی دندون در میاد دیگه ما نمیتونیم برای قوی تر شدنش کاری کنیم. مثلا مادرها میگن ما شیر بچه‌مون زیاد میدیم چرا دندوناش محکم نیست. وقتی دندون رویش پیدا میکنه دیگه اون ساختار شکل گرفته. اون چیزی که دندون قوی میکنه فلورایده. فلوراید وقتی تو محیط بزاق دهان هست میتونه دوباره جذب دندون بشه. میتونه دندون رو به پوسیدگی مقاوم کنه و پوسیدگی اولیه رو متوقف کنه. پس بدون این چیز خیلی، چون بعضی از مادران نگرانن که میگن بچه ما قورت میده مشکلی پیش نیاد، نه نگرانی از این بابت نداشته باشین. هستن بعضی از شهرها تو ایران که آبی که مصرف میکنن به خاطر حالا اون حالا زمینی که دارن و آب استخراج میشه فلورایدش زیاده، اینا به صورت مادرزادی مردم اون منطقه یه لکه‌های سفیدی دارن روی دندونشون که بهش میگن فلوروزیس. این دندون ها از نظر زیبایی خوب نیستن، ولی دندون های بسیار مقاوم به پوسیدگی هستن. من مثلا همکارانی که توی اون مناطق هستن اونا حواسشون هست که فلوراید برای بچه ها کمتر مصرف کنن، یا ولی تو تهران و نواحی که ما هستیم نه، اصلا همچین چیزی شایع نیستش. نگران نباشن، با خیلی راحت استفاده کنن. و یه نکته دیگه میخواستم بگم، حالا با شما اگه سوالی هست بفرمایید بعد من اون رو بگم که باشه. در مورد قطره آهن هم خیلی سوال پرسیده بودن که قطره آهن باعث میشه دندونت سیاه بشه، یا اگر این اتفاق میفته با قطره آهن
چه نوع قطره آهنی رو استفاده کنن که دندونه بچه هاشون سیاه نشه؟ من حتما به آهن این یه نفر یه کامنتی گذاشته که هر کس مسواک نظر دندونای سالم تر از بله بله دیدم. من اینو بگم. نگاه کنید، در مورد همون مسئله بود که میخواستم بگم، سلامت دندون ها یکی به تغذیه مربوطه، یکی به بهداشتی که فرد داره مربوطه، و یکی به ژنتیک. درست. نگاه کنید، اون کسی که مسواک نزده و دندونش سالمه، اون فردی هستش که ژنتیکش دندون مقاومی داره، بزاقش پوسیدگی زا نیست. حتی خیلی از افراد هستن که رنگ دونه های سیاه دارن روی دندوناشون، اصطلاحا میگن بلک استین دارن. این افراد خیلی جالبه، بزاقشون ترکیبش یه جوری هستش که پوسیدگی زا نیست، یعنی درست اونا در حد تغییر رنگه. واسه همینم همه اونجوری خوشانس نیستن راست که مسواک نزنن و دندوناشون سالم باشه. اگر اونجوری هستین خب اون دیگه خوشانسی شماست، ولی اکثرا اون سه تا فاکتور دیگه خیلی داخله، یعنی بهداشت خیلی مهمه و تغذیه. بچه‌ها رو لطفا به شکلات عادت ندین، یعنی من دختر خودم شکلات روی میز باشه هیچ وقت بر نمیداره. درست. از بچگی هی مثلا به بچه‌ها شکلات میدن، بچه‌ها دنبال شکلات هم. این خیلی مهمه که مثلا به چی عادت کنن به چی عادت نکنن. قطره آهن پوسیدگیزا نیست، هر شب قبل از خواب سه بار تکرار کنیم. قطره آهن فقط همون رنگ‌های سیاه رو ایجاد میکنه. چرا فکر میکنیم پوسیدگیزاست؟ اگر مینای دندون ضعیف باشه، بیشتر میاد روی اون مینای ضعیف شده دندون میشینه و سیاه‌تر میکنه. قطره آهن پوسیدگی رو ایجاد نکرده، پوسیدگی به خاطر بهداشت ضعیف ایجاد شده یا به صورت مادرزادی مینا نقص داشته و قطره آهن اونجا رو بیشتر سیاه میکنه. یعنی در واقع رو هم اورلپ دارن، چون هم پوشانی دارن. وگرنه خود قطره آهن به هیچ وقت نمیکنه پوسیده نمیکنه دندونا رو. به خاطر این موضوع هیچ وقت قطره آهن فرزندتون رو قطع نکنید، برای رشد و نمو بچه‌ها خیلی لازم چون سنشون. چیکار میتونید بکنید که هستن قطره آهنی هستن مثل سیدرال که کمتر سیاه میکنن، میتونید روی دندون بچه ها رو کره بمالید یه مقدار، دندونه کوچولو که در میارن بر قطره آهن رو بدین، این چرب میشه، این کمتر رنگ میگیره. قطره آهن توی ته حلق بچه میتونید بشه کنید، بعدش میتونید آب بدین و به این ترتیب اون رنگ گرفتگیشو کمتر کنید. حتی سیاه بشه بعدها که بزرگتر بشه، بچه 3 سالش بشه، به راحتی میتونه بیاد دندون پزشکی ما با یه بروساژ این تیرگی رو برطرف کنه. درسته. پوسیدگی و این تیرگی قطره آهن هم اتفاق میفته از دوانه طرف قطع شدم. شما قطع شدید؟ قطع شدم، ببخشید. نخواهش میکنم، اینترنت من زنگ بود. من فهمیدم توضیح تو تموم شد. هر شب قبل از خواب 3 بار تکرار کنین که قطره آهن پوسیدگی زا نیست. درست. یه تو نرم. یه چیزی هم که خیلی هم پرسیده بودن، سن دندون در آوردن بود که از چه سنی شروع میشه، و اینکه اگه بعد از اون سن ممکنی که گفتن دندون در نیاورده باشن این مشکلی هست، بعد درمان کنن راهکاری داره یا نه. نگاه کنید، من به مامانا همیشه میگم اون چیزی که مهمه، خب نگاه کنید، دندون شیری بچه ها ممکنه یه بچه 6 ماهگی دندون در بیاره که معمولا ما همون پول و هوش منتظر هستیم که دندونشون در بیاد. ممکنه یه بچه 1.5 سال باشه تازه بخواد دندون پایینش در بیاد، اصلا جای نگرانی نیست. یعنی ترتیب رویش دندون های هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه. ممکنه دندون بالای بچه در بیاد اول برای یه نفر، یکی دیگه برای پایینش در بیاد، یکی ممکنه دندون نیشش در بیاد، اینا اصلا هیچ جای نگرانی نداره. ولی اگر بچه‌ای که مشکل زمینه داره، مثلا بچه هایی که اکتودرمال هستن، مشکل پوستی دارن اونا، خب یا مشکل کمکاری تیروئید دارن اونها، کلن دندونشون دیرتر در میاد، ولی اون مشکل زمینه ایشون خیلی زودتر تشخیص داده میشه. یعنی کمکاری تیروئید همون موقعی که بچه دنیا میاد تست میگیرن و مشخص میشه، که اونجور بچه هم به ما به والدین میگن که دندون بچه شما دیر در میاد. پس اگر بچه نرمال و سالمی هست از همه جهات، نگران نباشید.
اون این که کی در بیاد هیچ جای نگرانی نداره. اون چیزی که مهمه اینه که کی بیفته، یعنی دندون شیری یه نظم باید بر اساس یه نظمی بیفته و دندون دائمی سرش در بیاد، وگرنه جا برای دندون دائمی کم میشه و دندونای دائمی شلوغ پلوغ میشن، یا شلوغ میشن که برن اورتودنسی نیاز دارن، یا اینکه اون زیر گیر میکنن و در نمیاد. پس بعضی میگن که اگر دندون شیری بچه‌مون خراب شد بریم بکشیم قرار دندون در بیاد. نه، اینجوری نیست. هر دندونی زمان خودش قرار در بیاد، یعنی دندونای جلو شیری مثلا اگه 6 7 سالگی میفته، عقبی 12 سالگی میفته. مهم نیست این کی در اومده، ولی مهمه که کی بیفته. پس زودتر از زمانش دندون شیری رو نکشین. اگر نیاز به درمان داره درمان کنید که اون مشکلات اورتودنسی بعدا نخواد هم بچه رو. این نکته بود. یه چیزی گفتین در مورد دندون شیری، زمان رویشش رو گفتین و اینو پرسیده بودن که همین بود که چه سنی در میاد و اینکه اگه در نیاد تا چه سنی مجازه که مثلا چی میدونم در نیاد. آره این بود. هرچی مامانم میگم نیاد ما نمیتونیم الان کاری کنیم، مثلا نوزاد چیش خب بگیریم عکس بگیریم ببینیم آیا جوانه زیرش هست نه، خب فایده نداره. باید فقط صبر کنیم که خودش به اون روند طبیعی خودش رویش پیدا کنه. میگم سیستمیک دارن که اون مشکل باید برطرف شه. کلا خب هستن دیگه، مثلا بچه سندروم دان دندوناشون کمتره، دندون شیریشون کمتره، دندون دائمیشون کمتره، بچه اکتودرمال دندوناشون کمتره. ما اینا رو دیگه فقط زیر نظر داریم، سعی میکنیم که اگر دندون دائمی ندارن اون شیریه رو تا جایی که میشه سالم نگه داریم. خیلی وقتا میمونه، مثلا میبینین فرد 40 سالشه 50 سالشه میگه من دندون شیری رو هنوز دارم. اینا همون کسایی هستن که زیرش دائمی نبوده. پس شیریه رو مراقبتش کنید که بعضی وقتا خیلی به کار میاد. مرسی. حالا سوال هم اینجا پرسیدم در مورد دندون در آوردن که ممکنه مثلا باعث استفراغ در کودک بشه. دندون در آوردن اگر میبینید بچه اسهال داره و تبش داره یکی دو روز بیشتر این یکی دو روز همچنان ادامه داره، این دیگه بخواد دندون در آوردن نیست. دندون در آوردن این روند فیزیولوژی که ممکنه بچه آب دهانش زیاد بشه، تو این ناحیه احساس اذیت کنه که با این دندون گیرایی که خنک میکنن اون ناحیه میذارن این ژلای تیتینگ جل میگن اصلا، اینا یه جور بی‌حسی های موضعی هست که روی اون ناحیه میمالن این ذره سر میکنه، با اینو تسکین پیدا میکنه، در این حد هست. ولی بچه‌ای که دیگه تب داره، بچه‌ای که دیگه اسهال داره و این علائم دیگه، نه اینا دندون در آوردن نیست. بچه‌ها چون اذیتن همه چی رو داخل دهنشون میکنن، خب همین باعث میشه که خیلی راحت‌تر به بیماری‌های دیگه مبتلا شن. و چون همزمان با دندون در آوردن فکر میکنن اونه، در حالی که نه. اگر مشکل داره به پزشک بعد مراجعه کنن. مرسی از توضیح کامل مفیدت. یه سری از مامانی عزیزم اینجا الان پرسیدن اگه زودتر دندونشون در بیاد نینیاشون اون چی، اون مشکلی داره یا نه؟ اوکی نداره، ولی خیلی خوب نیست از این جهت که خب دندون زودتر در بیاد زودتر هم خراب میشه دیگه. من همیشه مامانم که نگرانن که دندون دائمی بچه‌مون دیر در اومده، میگم خب چه بهتر، خب دیرتر خراب میشه. دندون هر چقدر زودتر در بیاد مراقبت‌های شما باید زودتر از اون شروع بشه و چون احتمال که زودتر خراب بشه هم هست. نه مشکلی نیست، بذارین در بیاد. تازه خیلی از بچه‌ها هستن نوزادا وقتی دنیا میان دندون دارن، اون هم خیلی وقتا مراجعه میکنن بچه به دنیا اومده دندون در آورده یا توی اون یه ماه اول زندگی دندون در آورده، یعنی همون یه ماه اول نوزادی. اونا هم بچه هایی هستن که ما اگر احساس کنیم که این دندون اولا اگر زیر زبون رو داره زخم میکنه حتما دندون رو خارج میکنیم، اگر توشی دندون داره مشکل ایجاد میکنه باز اون دندون بهتره خارج بشه. ولی بعد در اون دندون شیری بچه است، بعدا اینجاش خالی میمونه. در مورد دندون شیری هم که الان دارین توضیح میدین یه سری کامنت گذاشتن که بیشتر توضیح بدین که چه سنی دندون شیری میافتن، توضیحات بیشتری خواستن ازتون. دندون شیری نگاه کنید یه جدولی داره، من خیلی خلاصه بخوام بگم دندون جلو یعنی پایین جلو از حدودا 6 سالگی میافته، یعنی پایین وسطی ها، بغلیاش 7 سالگی، بالا جلو حدودا 7 تا 8 سالگی میافته، بغلیاش 8 سالگی، نیش پایین 9 سالگی، بعد از اون 11 و 12 یعنی آسیه های بچه ها 11 و 12 سالگی میفته، این عقب تری ها که سطح جوان و نیش بالا از اون دندونه هستش که آخر از همه میفته، یعنی خیلی دندون ریشه بلند و مقاومی داره و خیلی دیر میفته. پس چرا ما میگیم که مثلا نیش ما خیلی مقاومت میکنیم برای کشیدنش،
نیست این دندون نیش وقتی که زودتر از مخرج داشت میشه یا دیر در بیاد یا اینکه از سمت لثه دیدیم دندون اونجوری میشن. این از اهمیت خیلی دیر در میاد. یه نکته هم میخواستم بگم الان ایرم بین صحبت ها اگر شد در مورد نیش یادم رفت چی میخواستم الان دار یادتون یه سواله که میپرسن در مورد روی بعد دهان کودک هم پرسن که علتش چیه و چجوری میتونن درمانش کنن. نگاه کنید بوی بد دهان یه عامل خب برمیگرده به مسئله که افرادی که مشکل معده دارن که اون خب بشه پزشکان متخصص کودکان مراجعه کنن، ولی یه مبحث برمیگرده به بوی بد دهان که مربوط به حفره دهانه و حفره بینی و دهان. نگاه کنید حفره دهان، اولا که من به مامان همیشه میگم مسواک میزنید این روی به بچه بگین زبونش رو خارج کنه و روی زبون هم یه بار آروم مسواک بزنید. روی زبون پورت های زیادی هست که لابلش مواد غذایی، حالا خیلی در حد اینا خیلی میکروسکوپیه، ولی همینا باعث بوی ایجاد بوی بد توی دهان میشه. روی سطح لثه، یعنی مسواک وقتی از بالا تمیز به غیر از دندون از بالا بعد لثه رو هم تمیز بشه، چون این مواد غذایی پلاک میکروبی همه میچسبه اینجا. یه چیز خواهد کامنت ها رو میدیدم یه دوباره حواس آها بعد بعدی نخ دندونه. نگاه کنید نخ دندون وقتی که استفاده نشه و مواد غذایی بین دندون ها اونجا گیره، این هم میتونه علت بوی بد دهن باشه. پس این حال بغیر از این که بغیر از مواد غذایی مصرف میشه بعضی خب بیشتر باعث مسئله میشن، این بهداشت هم خیلی میتونه. پس روی زبون رو مسواک بزنن، داخل گونه، روی لثه ها و نخ دندون که لثه ها بین دندون ها تمیز بشن. مرسی از توضیح کاملتون. یه عزیزی اینجا پرسید بود اگه دندون توی 5 سالگی بیفته دندون شیری نرماله یا نه؟ خب دقیقا مهم اینه که کدوم دندون. خیلی وقتا پیش میاد که دندونای پایین جلو 4.5 5.5 سالگی میفته. پایین جلو اگر بیفته هیچ اشکال نداره، چون ما درسته میگیم 6 سالگی وقت افرانشه، ولی ما یه بازه همیشه در نظر میگیریم. مثلا 4.5 تا 6.5 همه بچه ها مثل هم نیستن، بچه ها نباید با هم مقایسه کنیم که بگیم فلانی دندونش اون موقع افتاد پس چرا برای بچه من نیافتاد. هیچ اشکالی نداره، یه بازه هستش. توی اون بازه اگر بیفته، پس اگر توی 5 سالگی دندون پایین جلوی بچه افتاد هیچ اشکالی نداره، ولی اگر یکی از آسیاها افتاد چرا؟ اون خیلی اشکال داره. علتش معمولا این هستش که دندون پوسیده شده بوده. بعد خیلی وقتا دندون بچه ها درد نداره و یه دفعه میفته، درد نداره و یه دفعه میبینن یه آبسه بغل لثه بچه بیرون. پس فکر نکنه درد نداره همه چی خوب و خوش داره پیش میره. شما اولین ملاقات دندون پزشکیتون رو باید داشته باشین، چون ما میبینیم و به شما میگیم که داره چه اتفاقی میفته. هست درد ندارن یه دفعه دندون 5 سالگی این آسیاشون میفته. چرا؟ چون پوسیدگی ایجاد شده، این روند مزمن داشته، التهاب ایجاد کرده، ریشه خودش از اون زیر رفته، ریشه از می رفته تاج افتاده. بعد در حالی که دندون اصلی اون زیر بیچاره نشسته قرار 11 سالگی در بیاد، یعنی هر وقت اون بیچاره ریشش کامل بشه در میاد، تا فاصله که این بخواد در بیاد ممکنه عقبی بیاد جلو جاش تنگ بشه، این اونجا گیر کنه. اونجا هستش که ما فضا نگهدار میذاریم، یه چیزی میذاریم که اون جا رو نگه داره ولی دندون دائمی زیره. مرسی از توضیحتون. یه چند تا کامنت هم در مورد کودکانی که کمکاری یا تیروید دارن پرسیده بودن که دندونشون دیر در میان، در مورد این توضیح خواسته بودن. آره، یه مسئله هورمونی هستش که همکاری تیروید دارن، هم دیر در میاد هم این که ممکن تعداد دندوناشون کمتر باشه. فقط هم اونا نیستن، خیلی از بچه ها به این انواع مختلف از اکتودرمال ها هستش، یعنی یه بیماری ژنتیکی خیلی وسیعی، بحث خیلی زیادیه که ممکنه که بعضیا هم علائم شدید پوستی رو داشته باشن، پوست خشک، موهای نازک دارن، قدرت بزاقشون تشکیل نشده، قدرت عرقشون تشکیل نشده و دندونا، یعنی هرچی از اکتودرم چی میگن منشأ میگیره تو این فرد مشکل داره. خیلی ها هستن نه اون علائم دیگر ندارن، در فرم ملایمش فقط دندوناشون کمه. یعنی هستن بیمارانی که دندونای شیری رو دارن، ما در سنی که کم کم قراره یعنی عکس بزرگ از بچه ها میگیریم. وقتی عکس بزرگ از بچه ها میگیریم میبینیم که مثلا این به جایی که زیر دندونای شیری همه دندوناش باشه نهایت یکی رو دندون هست.
یعنی دندون کم دارن. این دیگه اونایی که مشکل تیروید دارن، خب با هورمون درمانی ممکنه مشکل دیگهشون حل شه، ولی خب دندون دیگه شکل گرفته. ولی برای بچه دیگه متاسفانه کاری نمیشه کرد دیگه، فقط بعدا کارهای درمانی و زیبایی و ایمپلنت و پروتز و اینجور چیزا هستش، کار دیگه نمیشه کرد. مرسی. خمیر دندونم خیلی سوال پرسیدن که چه خمیر دندونی مناسبه و چه مارک و برندی و اینا رو بخرم و استفاده کنم برای کودکشون. من خودم کلا خیلی هیچ وقت وارد این مبحث مارک و برند نمیشم راستش. مهم اینه که دندون تمیز بشه. حالا اون اونقدر که روش مسواک زدن مهمه، حالا مارک خمیر دندون مهم نیست. خمیر دندون از اون جهت فقط باید دقت کنیم که سنش مناسب بازه سنی فرزند شما باشه به خاطر فلورایدش. خمیر دندونی که ما بزرگان در واقع بزرگتر استفاده میکنیم میزان فلورایدش بیشتره، خب چون ما آب دهنمون رو خب بیشتر خالی میکنیم، بچه‌ها خالی خالی این خمیرندون رو بخورن، واسه همینم بعد خمیرندون بازه سنی خودشون باشه که مقدار فلورایدش کمتره و اینو و طعمش. خمیرندون بزرگسالان نعناش میسوزونه دهن بچه‌ها رو و بچه‌ها اگر تجربه بدی داشته باشن دیگه مسواک نمیزنن. واسه هم مثلا خمیرندون زیاد است، من دیگه نمیخوام وارد مبحث برندا بشم، ولی همون میزان فلورایدش فقط اهمیت داره. و اینکه دندون همه فکر کنین دندون یه لیوانه، یا ما لیوانه میخواین بشورین قشنگ تمیز همه بیرون داخل زیر بالاش همه تمیز میکنین، دندون هم همینه، همه سطوحش باید تمیز بشه، یعنی از سمت بیرون از سمت داخل زبون و بینش باید کاملا تمیز بشه. یه عزیزی اینجا در مورد آمپول پرسیدن، گفتن که اگه دندونشون در نیاد باید چیزی تزریق کنم برای در اومدن، تو 11 ماهگی هم پرسیدن، من اینو واقعا نمیدونم، ولی چیزی که اینجا پرسیدن. نه ما اصلا همچین توصیه به والده نمی کنیم، آمپولی هم نمیدیم، 11 ماهگی دیر نیست هنوز، یعنی اصلا جای نگران نیست. مگر اینکه حالا شاید بچه بودی که از تیروید یا چیزی مشکل داشته که دکترشون چیزی در نظر پزشک یعنی متخصص کودکانشون، مگر نه از نظر ما نه هیچ عجله‌ای نیست، 11 ماهگی دیر هم نیست خیلی، بچه‌ها دیر نان دندون در میارن. مرسی از توضیحتون. من سالاره میبینید 6 سالگی که دندونه پایین جلو در میاد همزمان با این از گیری اولین دندون دائمی در میاد. درسته. خیلی از مامانه میگن دندون بچه من نیفتاد، میگن این دندون دائمیه، به خاطر اینکه ماها 32 تا دندون داریم، بچه ها 20 تا دندون دارن، اون 20 تا دندون شیر میفته جاش دندونه دائمی در میاد، از پشت اون دندونه شیری از هر سمت بالا پایین چپ راست 3 تا دندونه دائمی قراره در بیاد. اولیش هم شیریه، یعنی دندونه نیفتاده ولی اون دائمی از اون پشت در اومده. خیلی حواسشون باشه که اون دندون رو خراب نکنن، خیلی پوسیدگی توی اون دندون متاسفانه شایعه. در مورد فلوراید هم پرسیدن که شما یه توضیح در مورد فلوراید هم بدین که از چه سنی میتونن استفاده کنن و چطوری؟ دقیقا یکی از روش های پیشگیری هستش. بچه هایی هستن که میزان پوسیدگیشون خیلی زیاده، حالا یا به خاطر همون شیر شبه یا بهداشته یا تغذیهشونه، خیلی فلوراید کمک میکنه که فلوراید تراپی که ما توی مطب انجام میدیم که این روند پوسیدگی رو متوقف کنه و یا کندش کنه. واسه همینم اصلا نگران نباشن که مسمومیت ایجاد میکنه، اینقدر این دوزش کم هستش، خیلی کمتر از اون دوزی هست که برای مسمومیت ها بعضی متاسفانه تبلیغات اشتباه میکنن. واسه همینم با خیلی راحت مراجعه کنن اگر پوسیدگی اولیه‌ای دارن، اقدام کنن برای درست کردنش، چون خیلی وقتا پوسیدگی دیگه انقدر زیاد میشه و حفره ایجاد میشه که دیگه این فلوراید تراپی کمک نمیکنه و باید درمان انجام بشه. یعنی خیلی هستن که ما مجبوریم که تحت بیهوشی براشون دندوناشون درست کنیم، دیگه مرحله از مرحله فلوراید و پیشگیری و اینا همه گذشته. درسته. بچه ای که 3 سالشه دندونای جلوش اگر سیاه شده و اگر شما این دندونا رو بکشین چند تا مسئله پیش میاد. اولا که لثه روی این جا سفت میشه و بعد دندونای دائمی که بخواد در بیاد با تاخیر در میاد و احتمالی که کج در بیاد خیلی زیاده. و مسئله بعدش هم اینه که الان بچه ها خیلی رو مسئله زیبایشون حساس شدن، یعنی ما الان بچه ها وقتی میان و بهشون میگیم بخند و میخندن دندون سیاهشون رو میبینن خودشون ناراحت میشن، قبلا اینجور نبوده، انقدر این مسئله براشون مهم شده، انقدر اثر دوستانشون و اطرافیان روی مسئله فشار روشون میاره
که ما هم تراش میکنیم اینا رو نگه داریم و هم اگر کشیده شدن جایگزین کنیم. پس خیلی سریع به سراغ کشیدن نیم، مثلا بالاها 7-8 سالگی در میاد، بچه که 3 سالشه فعلا حداقل یه 5 سالی 4-5 سالی بعد اینا رو داشته باشه. پس این گزینه های درمانی رو به نظرم در نظر بگیریم. بچه بهتر که اصلا از اول پیشگیری کنین که نخواین گدایتون پیش ماها بیفته. مرسی. یه سوالی هم که خیلی میپرسن کلا، همیشه از من خیلی میپرسن، که موقعی که دندون در میارن نینیا، این که چه راهکاری دارین برای آروم کردن درد دندون؟ خیلی مرحله سختیه. یکی همون تیتین جل هست، بیبی تیتین جل، یه جور بیهسی موضعی روی اون ناحیه میمالن که یه ذره سر میکنه، قبل از خواب میتونین بزنن که بچه بخواب راحت. چیزای خنک خیلی کمک میکنه، یه چیزای آماده داشته باشین، همین چیزایی که بچه ها به دندون میگیرن داخل یخ نذارین رو از رو زمین و اسباب بازیاشون، بخاطر اینکه همین باعث میشه بچه مریض بشه، مثلا اسهال بگیره، استفراغ بگیره، تب کنه به خاطر مواد آلوده که داخل دهنش میذاره. معمولا همین روش هست و دیگه، یا نهایت اگر تب خیلی خفیف ممکن کنه با یه استامینوفن برطرف میشه. و معمولا دندونه عقب در آوردنش یه ذره بیشتر بچه ها رو اذیت میکنه، که میتونن با همون پارچه ماساژ بدن که یه ذره دردش کمتر بشه و راحت تر غذا بخوره و بخوابه. ممنون از توضیحتون. یه عزیزی هم اینجا پرسیدن که برای دندون پزشکی ویزیت هر چند وقت یه بار بچه‌شون ببرن ویزیت دندون پزشکی، و از چه سنی باید شروع کنن ویزیت دندون رو؟ آره، نگاه کنید هر وقت دندون بچه در اومد تا 6 ماه بعدش باید بیاین به ما یه سر بزنید. بعد اگر ببینید دندونش در نیومده دیگه، 1 سالگی بعد بازم بیاین به ما یه سر بزنید. ما این توضیحات رو بهتون بدیم مربوط به پیشگیری ها رو، و بعد از اون هر 6 ماه یه بار. دقیقا 6 ماه زمانی هستش که پوسیدگی های جدیدن ایجاد بشن و یا پوسیدگی که خیلی کوچیک بودن خودشون رو کم کم تو عکس به ما نشون میدن. هر 6 ماه به 6 ماه ما خیلی از بیمارا هستن که اومدن پیش ما دندون پر کردن، بعد 1 سال بعد میاد میبینیم که از اون ورش هم دندونش پوسیده. در حالی که اگر 6 ماه میومد ما دوباره اینو چک میکردیم، اگر پوسیدگی اولیه بود راهاشو میگفتیم چیکار کنن که نخواد به این مرحله برسه. و وقتی دندونشون رو پر میکنین، چه بچه ها چه مامانا، بهتون باشه که دندونشون دیگه بیمه نمیشه، که دندون رو باید همچنان اون بهداشت رعایت کنه، چون دوباره ساختار دندون هنوز همون سر جاشه و میتونه بپوسه با عدم رعایت بهداشت. پس هر پر کردنی به این معنی نیستش که دیگه دندون نیازی نیست که به دندون پزشک مراجعه کنه. متاسفانه با سرکار داریم. در مورد پوسیدگی هم که الان حرف زدی، اینم از قبل پرسید بود که برای پوسیدگی چی کار باید کرد که دندون خیلی سریع پوسیده نشن، راهکارش اگه بگین. مرسی. آره، نگاه کنید اولا یه سری عوامل دست ما نیست، گفتم که وقتی دندون داره شکل میگیره در و بچه در داخل رحم مادر هست، اون دیگه عواملی هستش که دست ما نیست و اون رو شکل گرفته. یه سری مثلا بیماری های تبدار اگر مادر بگیره، یه سری کمبود تغذیه شدید اگر باشه، میتونه رو تشکیل اون دندون شیری اثر داشته باشه. همینطور بچه که دنیا میاد، وقتی که هست کم کم داره دندون های دائمیش تو داخل فک شکل میگیره، تغذیه رو دندون های دائمیش اثر داره. اون مواردی بودش که دست ما نیست. بعد میرسیم مواردی که دست ما هست. وقتی هست که دندون میاد داخل محیط دهان، دیگه این به عهده ماست که چیکار کنیم این پوسیده نشه. اولا همون تغذیه رو گفتم، شیر شبیه بچه رو خیلی زود قطع کنید، دندوناشو بعد از هر بار شیر خوردن همون پارچه تمیز کنید، فلوراید تراپی رو شروع کنین برای بچه‌تون اگر میبینین که به حال ژنتیک هست دیگه، بعضیا میدونن میگن ما ارثی دندونامون خوب هست یا خوب نیست. فلوراید تراپی رو از یه سال نمیگه میتونین شروع کنید. خمیر دندون رو میتونین شروع کنید از 2 سال، زیر 2 سال هم میتونین شروع کنید، یه سال و نیم به بعد. و تغذیه هم گفتم و بهداشت. درسته. مرسی. بکنم تقریبا همه سوالا رو جواب دادیم، ولی من نمیدونم سوالی رو من ندیدم، ولی بیشتر سوالا رو فکرم پرسیدم ازتون و جواب دادین. اگه شما خودتون سوالی دیدین که من ندیدم؟ نه، من الان به خاطرم نمیاد. میگن بچه ها رو میتونیم همون دندون خودتون میبرید ببرید. نیا کنید دندون پزشکی
اینجوری هستش که ما یه دوره رنوپتش که عمومی رو طی میکنیم و طی این دوره یاد میگیریم همه این درمانها رو و ما و همه همکارامون. یه دوره تخصصی بعد از اون هست که ما طی میکنیم که میشه متخصص رنوپتش کودکان. معمولا بچه‌ای که همکار هستن و بچه‌ای که درمان‌های خیلی سخت و پیچیده ندارن، همکاران عمومیمون به راحتی میتونن درمان رو انجام بدن، اصلا نگران نباشید. خیلی از همکاران عمومی هستن که خیلی اطفال میبینن، اتفاقا هیچ اشکالی نداره. مهم اینه که بچه با خاطره خوب بره دندون پزشکی و با خاطره خوب دوباره از اونجا بیاد بیرون. ولی بعضی وقتا میبینید که بچه‌تون غیر همکاره فرزندتون. اگر فرزندتون غیر همکاره، لطفاً 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 به زور دست و پای بچه رو نگیرین برای درمان، به خاطر اینکه این بچه دیگه همسن من و شما بشه از دندونپزشکی وحشت داره و همیشه این مشکل شما باش خواهید داشت. شما فکر کنید بچه 3 ساله رو به زور اگر دست و پاشو بگیرین، این بچه خب 8 سالگی 9 سالگی همچنان بعد بیاد پیش شما، همچنان دندون خراب میکنه و این دیگه نمیاد. واسه همینم وقتی که دیگه بچه‌تون غیر همکاره، یا پیش همکار متخصص مراجعه کنید که با راه‌های کنترل رفتاری یا با آرامبخشی یا نهایتاً دیگه با بیهوشی بتونن دندون درست کنن، بدونی که بخواید دست و پای بچه رو بگیرید خیلی اتفاق بدی سر اون هست. بچه‌ها استرس شب ادراری می‌گیرن، بچه‌هایی بودن که لکنت گرفتن از ترس دندون پزشکی یا دچار کچلی شدن، همه اینا بیماری هستن که ما زیاد خیلی زیاد داریم می‌بینیم. پس بله، مشکل نیست اگر دندون پزشکتون دندون پزشکی هست که هیته اطفال کار می‌کنه، درمانش رو انجام بدید. اگر فرزندتون کوچیکه، همکار نیست، ترسو، بیماری خاصی داره، هر چیز دیگه ای، اون وقتی که بهتره بشه همکار متخصص مراجعه کنید. مرسی از توضیح کاملتون. من یه سوالم بود اینجا پرسیدم، به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم، چون سوال اکثرا تکراری و اول لایف کلا توضیح دادین همه رو. لایو هم من سیو میکنم، دوستان عزیز میتونن توی پیج بیان دوباره از اول ببینن، جواب سوالشون رو بگیرن. یکی از عزیزی پرسیدن که دندونشون، ریشه دندون باقی مونده توی فک، نیاز به جراحی داره؟ دندون بچه نه. اگر خیلی وقتا پیش میاد که شما دندون رو میکشین، دکتر میگه یکی از ریشه‌هاش باقی مونده، یه دندون میفته یه ریشه باقی مونده، اگر ریشه هست روی سطح لثه دیده میشه، بله اینو خارج مراجعه کنین خارج بشه. اگر ریشه هست که داخل فک شکسته توی بچه ها، نه نگران نباشین، به مرور این دندون دائمی که داره از زیرش در میاد این ریشه رو از بین میبره یا هولش میده میاره روی لثه، وقتی اومد روی لثه خارج میشه. جراحی ما توی بچه‌ها به این معنی نداریم، چون اون زیر دندون دائمیه، ما نمیتونیم ریشه شکسته رو دستکاری کنیم، دائمیه، جابجا میشه. پس هم نگران نباشین، ولی اگر روی لثه دارین میبینیدش اون دیگه باید خارج بشه. مرسی از توضیحاتتون، خیلی ممنون که تشریف آوردین توی لایو امروزمون. امیدوارم که مفید بوده باشه برای شما. مرسی، خیلی مفید بود. مرسی، تشکر. من شما روزتون بخیر. روز شما خوش، تعطیلتون خوش باشه. ممنونم، خدا نگهدار. خدا حافظ.